من بچه آخر خانوادم، خانواده پر جمعیت. پدرمو خیلی زود از دست دادم، 6 سالم بود. پدرم یه باغ خیلی بزرگ داشت. باغ کشاورزی بود. البته ملکی هم توش داشت و ولی محصول باغ خیلی زیاد بود، جوری که عرضه می شد بیرون. در کنار این کار اداری هم داشت و حسابدار اداره بود و کار می کرد. نزدیکی من به طبیعت از همون موقع ها شروع شده. صحنه هایی که من دارم از کودکیم همش مال این باغه. یکیش روزیه که با پدرم توی باغمون راه می رفتیم، بهار بود و تمام درختای هلو شکوفه داده بود، همه جا پر از شکوفه صورتی بود و خیلی باز عطر عجیب و فضای خیلی نوازشگر، که ته باغمون یه قسمت از دیوار خراب شده بود که من به پدرم گفتم که بابا اونجا دیوارش خراب شده و درستش کن، بچه ها میان هلوهامونو میخورن. که پدرم گفت عیبی نداره بابا جون، بذار بیان بخورن، اندازه خودشون میخورن، بیشتر که نمیتونن بخورن، عیبی نداره بذار. حالا تو گل بود، هنوز شکوفه ای نبود، ولی من شاید از همون بچگی نگرانه بعدن بودم. یه بار دیگه باز میگم هر چی دارم از اون روزاست. یه خاطره هم دارم که خاطره یه ذره تلخیه، ولی باز برمیگرده به اونجا. برادرام میرفتن با تیر کمون گنجشک بزنن. من بچه لاغر و خیلی ضعیف و ریزه میزه بودم که دکتر، حالا نمیدونم، یا خود مامان بزرگینا گفته بودن که گنجشک خیلی مقویه. آش درست کنن با مثلا سبزی تازه، توش گنجشکا رو بندازن، یعنی غذای مقوی بشه برای من. برادرام میرفتن که گنجشک شکار کنن با تیر کمون. گویا منم اصرار کرده بودم که دنبال اینا برم و گریه کرده بودم که منم میخوام باهاتون بیام. مامانم گفته خب اینم با خودتون ببرین دیگه. اینا رفتن، به منم یه ماموریت دادن که تو حرف نمیزنی، گریم نمیکنی، دنبال ما را میای. هر وقتی ما هر گنجشکی رو زدیم، تو دامن لباستو میگیری، ما اینا رو میندازیم تو دامنت، تو جمعشون کن. خیلی روز بعدی بود برای من، یعنی کاش که نمیرفتم دنبالشون، چون اینا گنجشکا رو با تیر کمون میزدن، بعد میدویدن ورش میداشتن، سرش رو میکندن، پرت میکردن یه ور و تن این گنجشگاه بیجون رو مینداختن تو دامن من که من اینجوری گرفته بودم. من گریه میکردم و دنبال اینا را میرفتم و همینطور گریه کنون ازشون میخواستم که دیگه نزنن، دیگه بسه، ولی فکر میکردم که حتما گوش میدن، اما گوش نمیدادن دیگه. اونا همچنان، چون برایشون تفریح بود دیگه، بازیشون بود، اونام دوتا پسر بچه بودن و جذابیت اون روز و اون سن و به هر حال. خلاصه من گریه کنون با دامن پر گنجشکای مرده خونی برگشتم خونه، که غافل از این که حالا قراره اونا رو بدن من بخورم خودم. که یادم نمیاد که بقیه چی شد، این آشبار گذاشته شد، من این گنجشکار خوردم یا نه، خاطرم نیست، ولی اونم مونده تو خاطر من. خیلی بعدها خیلی پرنده ها تو کار من اومدن و موندن، شاید از اون روز اومدن، نمیدونم. تا 6 ساله که بودم فکر میکنم که تموم شد این بازیه،
این کودکیه، چون من تو 6 سالگی پدرم از دست دادم و خیلی برام سخت بود چون من عاشقانه پدرم رو دوست داشتم. سالهای آخر زندگی پدرم تصویری که ازش دارم همش تو بستر بیماری بود. پدر من برونشیت مزمن فکر میکنم داشت و در واقع ریه‌هاش رو کم کم از دست داد. یادم یه بار با مامان با پدرم رفتیم برای یک چکاپ و عکس گرفتن از قفسه سینه‌اش. توی مطب دکتر توی خیابون شیخ هادی توی حیات دکتر یک درخت بزرگی بود که این درخت رو با نایلون پیچیده بودن از پایین تا بالا. من یادمه که از مامانم پرسیدم که این چرا این درخت رو بستن، محصولش کردن، خفه میشه. مامانم گفت این درخت موزه، بعد توی یه آب و هوای خاصی نمیتونه رشد بکنه، احتمالاً زمستون بود، شاید اینو بستنش که سرما اذیتش نکنه دوباره سر فصل بازش میکنن. این برای من خیلی چیز بود، خیلی عجیب بود، هم شکل این درخت بزرگی که بسته بودنش، هم خود موز، هر دوتا با هم دیگه یه چیز دست نیافتنی. یه دلم میخواست مثلا یه روزی هم بیایم که این میوه داده باشه، بعد مثلا دکتر یکم اوزار به من تعارف کنه. ولی بعدن که بزرگ شدم دیدم که این درخت موزی که بسته بودنش و داشته خفه میشده اون تو، با پدر من که نمیتونست نفس بکشه اون روزا، چقدر چیز داشتن، چقدر همحس بوده برای من، چقدر این دوتا تصویر یکی یک معنا داشته و با هم دیگه تو ذهن من مونده. بعدش که دیگه یه روزی دیگه حال پدرم خیلی بد شده بود و اینا، بیمارستان بود که رفتم دیدنش. باز کوچیک بودم، میگم 6 سالم بود، کلاس اول دبستان بودم و دیدم که یه دونه چادر اکسیژنه و بابا اون زیر خوابیده، درست مثل همون درخته که دیگه نمیتونست نفس بکشه دیگه. بعد من رفتم مدرسه، کلاس اول دبستان بودم، به یکی از همکلاسیام گفتم که، گفت چه ناراحتی، مثلا بیا بریم بازی کنیم، چرخ و فلک سواشیم اینا. گفتم که نه، پدرم مریض بیمارستانه. گفت عیبی نداره، خوب میشه. گفتم راست میگه، خوب میشه؟ گفت آره بیا، مثلا بابای منم مریض بود خوب شد. بعد منم دست اینو گرفتم، بدو بدو دور چرخ و فلک چرخیدم و فکر کردم که خب حتما این میگه خوب میشه، خوب میشه دیگه. عصری که اومدم خونه دیدم نه، اصلا فضای خونه عوض شده، همه سیاه پوشیدن، همه گریه میکنن، عمه، خاله، مامان، همه. اون روز متوجه شدم که نه، زندگی بازی کردن دور چرخ و فلک نیست، انگار یه اتفاقای دیگه هم میفته. انگار که از همون روز دست منو گرفتن و از کودکی درم آوردن تو دنیای بزرگی. از اون روز یک کاری رو که یاد گرفتم این بود که نذارم مامانم بفهمه که من میفهمم. هر وقت اون گریه میکرد من سرمو با یه اسباب بازی یه چیز گرم میکردم و اصلاً به روی خودم نمیآوردم که من میدونم چه اتفاقی افتاده. و سالها این نقش رو من بازی کردم. خیلی سخت بود برام و خیلی الان میفهمم که خیلی کار بدی کردم. یه باری رو با خودم کشیدم که زیاد بود، برای سنم زیاد بود، باید واکنش طبیعی نشون میدادم، باید گریه میکردم، باید میگفتم دلم برای کی تنگ شده، دلم برای چی تنگ شده. همیشه میسوریدم از بغل این قضیه، در میرفتم از کنارش، خودم رو میزدم به مثلا بیخیالی که من حواسم نیست، من نمیفهمم، من بچم. ولی خب تو اعماق وجودم خیلی دلم تنگ میشد، خیلی خیلی،
از تصور اینی که دیگه هرگز هرگز نمیتونم پدرم رو ببینم خیلی غصه میخوردم و این حس خیلی ناراحتم میکرد که من بچه‌ای هستم که پدر نداره، ولی خب بچه‌های دیگه همه پدر دارن. اینا خیلی اذیتم میکرد اما هیچی نمیگفتم. بعدن هم تاوانشو پس دادم. به هر حال خیلی زود این فرو خوردنه یقمو گرفت. خوشبختانه از همون بچگی خیلی زود دو تا دنیا رو کشف کردم که تا امروز با هم هستن. یکی خوندن بود، یکی نوشتن، که البته بعداً این نوشتن با نقاشی کردن یه جورایی در هم آمیخت و بعد نوشتن کم کم عقب رفت و نقاشی کردن هی غلبه کرد. تا الان هم نوشتن وجود داره کنار نقاشی، اما کم رنگ، هی کم رنگ شد. می نوشتم. به محض اینکه خوندن رو یاد گرفتم شروع کردم به نوشتن. فکر می کنم کلاس سوم دبستان بودم که اولین کتاب داستانم رو نوشتم و تو صفحه بعدیشم نقاشی کردم تا رسید به جایی که یه کتابخونه کوچولو توی اتاق خودم درست کرده بودم و کتابایی که داشتم و می دادم به بچه های همسایه تابستونا در ازای یه حق عضویت کوچیک و یه فرم کوچیک دستساز درست کرده بودم. کتابا رو می بردن سر هفته می خوندن می آوردن. بعد یواش یواش از اونا خواستم اونا هم کتابای دیگه خودشون رو اضافه کنن که مثلا این کتابخونه یه ذره رونق بیشتری داشته باشه. اولین کاری که پول ازش در آوردم همین اجاره دادن کتابا بود. با این حق عضویت ها دوباره می رفتم کتاب می خریدم. و یه کار دیگه که مامانم خیلی ناراحت بود از این کار من و می گفت خیلی زشته که دختر این کارو میکنه و تو آبروی ما رو داری میبری و خجالت میکشید، این بود که به کمک برادرم که 7 سال از من بزرگتر بود باد بادک درست میکردم و میفروختم به بچه ها تابستون. توی مدرسه ها کارهای فوق برنامه انجام می شد. نقاشی، روزنامه، دیواری می ساختیم، تئاتر کار می کردیم، موسیقی و رقص بود، سرود و آوازهای دست جمعی بود که من هم تو گروه های نقاشی بودم و تئاتر هم تو روزنامه نگاری. یواش یواش نقاشی شروع کرد جدی تر شدن. تا قبل از اون مثلا در حد همین نقشه جغرافیایی و نمیدونم کارهای علوم، کار دستیای علوم در این حد بود که خب بازم اونام خیلی برام راحت بود و خیلی جذاب و خوب انجام میدادم. خیلی وقتا معلم‌ها بهم گفتن انداختی از رو، که همون موقع براشون میکشیدم ثابت میشد که از رو ننداختم. توی دوران راهنمایی دیگه این خیلی زیاد شده بود چون دیگه علوم داشتیم، مثلا گیاه‌ها رو باید می‌کشیدیم، رده‌های حیوانات رو باید می‌کشیدیم، خزندگان و پرندگان اینا رو که خیلی من مثلا همیشه دفتر علوم راهنمایی از همه خیلی خوش آب و رنگ‌تر بود، بعد حتی برای بچه‌هام می‌کشیدم. تا اولین نقاشی رنگ روغنم رو توی همین سالهای راهنمایی توی این کلاس نقاشی فوق برنامه مدرسه انجام دادم. تو مسابقات نقاشی همین مدارس شرکت میکردم و دیگه نوشتن، حالا داستان برای خودم مینوشتم، هم شعر میگفتم، با نقاشی با هم دیگه موازی حرکت میکردم.